در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از زیر دریایی ناپدید شده اندونزیایی، عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین، ادامه واکنش ها به انفجار در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونا و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 4 اردیبهشت شمار مبتلایان کرونا در جهان به 146 میلیون و 500 هزار نفر رسید و تعداد جانباختگان نیز به بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 124 میلیون و 150 هزار نفر از کرونا بهبود یافتند. با شناسایی حدود 897 هزار مبتلای جدید در روز جمعه، شمار مبتلایان روزانه کووید 19 در دنیا به بالاترین میزان خود از ابتدای همه‌گیری رسید. هند با شناسایی بیش از 345 هزار مبتلای جدید در این روز بار دیگر رکورد ابتلای روزانه را شکست. با ادامه فاجعه کرونا در این کشور، تعداد قربانیان هم به بالاترین میزان از ابتدای شیوع کرونا رسید. همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی‌های المپیک در ژاپن، افزایش مبتلایان باعث شد توکیو وارد شرایط اضطراری شود. کره جنوبی، دیگر کشور شرق آسیا نیز با افزایش مبتلایان روبرو شده است. پیدا شدن بقایای زیردریایی مفقود شده ی اندونزی. با پیدا شدن اشیایی متعلق به زیردریایی نیروی دریایی اندونزی، مقامات این کشور اعلام کردند که پیدا شدن آنها نشان می‌دهد این زیردریایی با 53 خدمه خود غرق شده است. پیش از این تصور می‌شد اگر این زیردریایی آسیب ندیده باشد، احتمال نجات یافتن خدمه پیش از اتمام ذخیره اکسیژن وجود دارد. زیردریایی نانگالا 402 روز چهارشنبه با 53 خدمه در جریان رزمایی در نزدیکی یکی از جزایر اندونزی ناپدید شد. کشورهای استرالیا، هند، مالزی، سنگاپور و امریکا نیز در عملیات جستجوی این زیردریایی شرکت داشتند. آغاز عقب نشینی ارتش روسیه از مرزهای اوکراین. پس از هفته‌ها تنش میان روسیه و کشورهای غربی به دلیل استقرار نیروهای روس در نزدیکی مرزهای اوکراین، وزارت دفاع روسیه از پایان رزمایش نظامی در جنوب و غرب این کشور خبر داد. طبق اعلام مقامات روسیه، نیروهای نظامی این کشور در حال ترک شبه جزیره کریمه و بازگشت به پایگاه‌های اصلی خود هستند. استقرار هزاران سرباز روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین و کشته شدن یک سرباز اوکراینی در جریان درگیری‌ها میان جدایی طلبان تحت حمایت روسیه و ارتش اوکراین باعث افزایش تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی شده بود. ادامه واکنش ها به انفجار در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دیمونا. پس از اصابت یک موشک در منطقه مشرف به تأسیسات هسته‌ای دیمونا در سرزمین های اشغالی، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سیستم های ضد موشکی اسرائیل تلاش کردند این موشک را مورد هدف قرار دهند، اما ناموفق بودند. به گفته او، اثر بخشی سیستم های هوایی اسرائیل باید مورد بازبینی قرار گیرد. وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل بیتنا نیز در واکنش به انفجار این موشک اعلام کرد وضعیتی که در آن یک موشک با کلاهک 200 کیلوگرمی به سمت اسرائیل شلیک می شود می توانست به شکلی کاملا متفاوت رقم بخورد. این موشک که از نوع زمین به هوا بود، روز پنجشنبه از خاک سوریه به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک و در فاصله 30 کیلومتری از تأسیسات هسته‌ای دیمونا منفجر شد. لحظاتی بعد از این حادثه، اسرائیل مناطقی را در جنوب دمشق، پایتخت سوریه، بمباران کرد. پایان اعتصاب قضایی الکسی ناوالنی. الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه که همکنون در زندان به سر می‌برد، روز جمعه اعلام کرد به تدریج به اعتصاب قضایی یک ماهه خود پایان می‌دهد. پزشکان نزدیک به ناوالنی اعلام کرده بودند در صورت ادامه این روند احتمال مرگ او وجود دارد. او که به دلیل عدم دریافت درمان مناسب از سوی پزشکان زندان اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده بود، در سومین هفته به دلیل شرایط نامناسب جسمانی به بیمارستان زندان منتقل شد. منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین همچنین از تظاهرات سراسری حامیانش در سراسر روسیه که روز چهارشنبه برگزار شد تشکر کرد.
جستجو برای یافتن ده‌ها مهاجر در آب‌های مدیترانه. طبق اعلام یک سازمان حقوق بشری فرانسوی، کشتی‌های متعلق به سازمان‌های خیریه که در دریای مدیترانه به دنبال کشتی‌های حامل مهاجران بودند، اجساد 10 نفر را نزدیک یک قایق واژگون شده پیدا کردند. قایقی که گمان می‌رود پیش از واژگونی در حال انتقال 130 مهاجر بود. هنوز اثری از یک قایق دیگر با حدود 40 مهاجر پیدا نشده است. طبق آمارها تعداد مهاجرانی که در مسیر رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند در سال 2021 به حدود 500 نفر رسیده. آماری که در مقایسه با سال گذشته میلادی 3 برابر افزایش داشته است. در حادثه مشابه که در نوامبر سال 2020 رخ داد، غرق شدن 2 قایق انتقال مهاجران در سواحل مشرف به لیبی حدود 100 کشته بر جای گذاشت.